چند روز پیش در جلسه شرکت داشتم و شخصی که قرار بود این گرد همایی رو شروع کنه به این صورت دعا کرد و جلسه رو به این شکل آغاز کرد و گفت: خداوندا، متشکرم برای امروز. این شروع یک روز جدید هست. هرگز قبلا ندیده بودیم. این دعا منو به این فکر فرو برد که به دو چیز فکر بکنم. یکی این که هر روزی رو که ما شروع میکنیم یک موقعیتی است که میتونه پر از چیزهای جدید باشه که حتی به مغز ما هم خطور نکرده بوده و شاید حتی برای اونها آمادگی هم نداشتیم. به همین خاطر بسیار مهم هست که ما متوجه محدودیت وقت هامون باشیم و کاملا به خداوند تکیه کنیم و انتخاب کنیم که در حضور او زندگی کنیم و از او قدرت بگیریم و به خودمون و دانش خودمون تکیه نکنیم. دومین موردی که توجه مرا به خودش جلب کرد این بود که تازگی هر روز یک هدیه است که باید برای اون شادی کرد. همونطور که کلام خدا در مزمور 118 می‌فرماید، این است روزی که خداوند ساخت و در آن وجد و شادی خواهیم نمود. البته ما امروز با چیزهایی روبرو خواهیم شد که برای ما شناخته شده نیستن و میتونه بعضی هاشون هم بسیار سخت باشه، اما گنجینه‌ای که در هر روز جدید نهفته است بسیار مخصوص و متفاوت از روز قبل است. همونطور که موسی نوشت که ما را تعلیم ده تا ایام خود را بشماریم تا دل خردمندی را حاصل نماییم. پس یادمون باشه که هر روز صبح که چشمامون رو باز میکنیم به یاد بیاریم که این روز یک هدیه است و شاکر باشیم و با شادی پذیرای اون روز باشیم و با اعتماد به خداوند از اون روز به بهترین نحو استفاده کنیم و جلال خداوند رو نمایان کنیم. هر روز جدید دلیل تازه‌ای برای شکرگزاری به ما. و ما فرصت رسید به پاسخگویی ایمیل ها و سوالاتی که از ما پرسیدیم. سوالی که از ما پرسیدید این بود که چرا از موضوعات اجتماعی در برنامه صحبت نمی کنید؟ با توجه به مشکلاتی که در جامعه ایران وجود داره از صحبت در مورد آنها و دادن راه حل ها اجتناب می کنید؟ چرا اجتماعی؟ موضوعات اجتماعی حداقل مباحث اجتماعی مبحثی هست که من خیلی می ترسم درش وارد بشم. معتقد هستم هر کسی که در مورد مسائل اجتماعی جامعه شناسی و و و صحبت می کنه باید متخصص باشه، تحصیلات لازم رو توی این قسمت داشته باشه. صرف این که من کشیش باشم، صرف این که من برحال الهیات خوانده باشم، صرف این که حالا توی مسائل دینی تبحر داشته باشم، من رو متخصص مسائل اجتماعی نمی کنه، جامعه شناس نمی کنه. به همین خاطر من شخصا این مقدار سعی کردم توی این مسائل زیاد وارد نشم، هرچند با اصرار فراوان دوستان عزیز بینندگان توی فصل جدید برنامه پیجواک بعضی از مسائل اجتماعی رو هم دخیل کردیم که الان فعلا موضوعات رو خدمتتون نخواهیم گفت. امیدوارم توی برنامه‌های بعدی بهش برسیم. و اما در هر فرهنگی، چه برای مسیحیان خارج از کشور و ایرانیان و چه ایرانیانی که در داخل کشور هستن، به نظرم اینقدر برنامه‌های متنوع اجتماعی وجود داره با متخصصین فراوانی که با معلومات خوب میتونن راه حل هایی رو ارائه بدن که فکر میکنم دیگه لازم نباشه ما خیلی متمرکز اون قسمت باشیم. و اما همینطور که ادوین عزیز گفت، ما شاید از دیدگاه مسیحی به یک مسائل اشاره بکنیم، نه راه حل آنچه که در کلام خدا گفته میشه، نه از دیدگاه ما و خواسته ما، بلکه اون چیزی که بر اساس کلام خدا هستش رو بازگو خواهیم کرد. ما یه بهانه‌ای داریم، نه مشکان چی میخواد بگه؟ خلاصه بگم برای چی میخوام بگم. ولی من فکرم توی بخش جدید برنامه ها که الان با عزیزان داریم، ما از متخصصین استفاده میکنیم که شاید اونها بیشتر به مسائل اجتماعی نزدیک هستن، شبانی کردن با مردم از نزدیک و با مشکلات اونها از نزدیک دست و پنجه نرم کردن. بنابراین ما این بخش رو همونطور که ادوین جان گفت یه خورده هولش دادیم به سمت کسانی که با معلومات هستن و با تجربه تر و کارکشته تر هستن، چون مسائل اجتماعی فقط بُعد فلسفی ندارن، یک بُعد عملی دارن که شخص باید
سالهای سال با این مسائل دست و پنجه نرم کرده باشه که بتونه جواب عملی رو به مردم بده. واسه همین این بخش رو سپردیم به پیشکسوتانی که میتونن در برنامه پیشروخ بیشتر این بخش پاسخگو باشن. باز هم مسائل اجتماعی رو اگر دوست دارید ما در میون بذارید به ما بگید، ما با متخصصین برنامه پیشروخ صحبت می‌کنیم. هر کدوم از عزیزان که احساس کنن میتونن در اون باب صحبت کنن با شما این مسائل رو در میون خواهند گذاشت. هر سوال انتزاعی و فلسفی و از دنیای دیگر دارید از ما بپرسید، مسائل اجتماعی رو ما و اما سوال دوم اینه که آیا برنامه پژواک در صدد ارائه یک خداشناسی مشخصی به بینندگانش است؟ دوستان؟ نه، از اختلاف نظرها مسلمه که همه ما یک سنت خداشناسی مشخص و مشخصی که داریم، ولی واحدی رو نداریم و در مسائل اساسی و بنیادی ایمان مسیح با هم متفق القول هستیم، با هم یک نظر واحد رو داریم، ولی وقتی مسائل مختلف دیگه الهیات میرسه خیلی هاشم شاید حاشیه‌ای باشن، دیدگاه های متفاوتی داریم. من میدونم به چه چیزی معتقد هستم، اون دیدگاه الهیاتی که بهش از اون استفاده میکنم، جهان بینی مشخصی رو که پیش گرفتم برای من مشخص است. از اون دیدگاه مسائل و موضوعاتی که توی برنامه مطرح میشه نگاه میکنم و نظر خودم یا اون تأملات خودم رو اونجا انعکاس میدم. دوستان عزیزم فکر کنم شما هم همینطور هست. ببینم هستید یا هر چیزی که خواست میکنم. اینه که به هر حال دیدگاه ها متفاوت هست ولی مشخص. و من فکر میکنم با وجودی که همونطور که ادوین جان گفت یک سری اساس و پایه های ایمانی هست که کلام خدا به ما معرفی میکنه و ما در همه اونها در واقع در اونها با هم مشابه هستیم و هم فکر هستیم، اما خیلی از بخش ها مخصوصا بخش های عملی ایمان ما و باور ما برمیگرده به فرهنگ، جامعه و زمینه ای که ما در اون بزرگ شدیم و در اون زندگی میکنیم. بنابراین حتی اگر هم خداشناسی واحدی رو داشتیم که میخواستیم ارائه بدیم برای همه مردمی که دارن برنامه پژواک رو میبینن کافی نخواهد بود، چون ما مردمی رو داریم که از اروپا نگاه میکنن، از کشورمون ایران نگاه میکنن. بنابراین به پایه و اصل بچسبیم، به اون مباحثی رو که معمولا مطرح میکنیم، کلام خدا، اصول دعا و اینجور مسائل، و بعد در اون کادر فکری و باوری میتونیم فرهنگ خودمون رو داخل بکنیم و اجازه بدیم که در واقع صحبت هامون هم عملی باشه هم جوابگو باشه نسبت به فرهنگی که در اون هستیم. بنابراین ما سعی نکردیم خداشناسی واحدی رو به طور خاص بگیم، ولی اصولی رو در باب خداشناسی گفتیم تا بتونیم خداشناسی های درست رو معرفی بکنیم و با همدیگه در این مسیر رشد کنیم. یه نکته که من میخوام اضافه بکنم این هستش که با اینکه خداشناسی های مختلفی رو داریم ارائه میدیم یا به مسائل مشخصی از دیدگاه های متفاوتی نگاه میکنیم، ما هر کدوم از خود ما که داریم مسائل رو بررسی میکنیم از اون زاویه‌ای که داریم بهش مینگریم معتقد هستیم که اون زاویه درسته. شما اگر نظری میدید متقاعد هستید که اون نظر درسته، من اگر این نظر میدم معتقد هستم که اون حقیقت هست، ولی حقیقت امر این هستش که نمیتونه سه تا حقیقت باشه، حقیقت امر یک موضوع یکی هست. بنابراین این فرصت گفتگویی که توی برنامه پژواک وجود داره کمک میکنه که نظرات یکدیگر رو به چالش بکشیم و فکر میکنم این الگوی زیبایی هست که باید ما توی کلیسا یاد بگیریم که در نهایت کمک میکنه که از همدیگه یاد بگیریم. اگر اشکان چیزی تازه‌ای رو داره، یک بینش تازه‌ای رو داره که میتونه دیدگاه من رو کامل بکنه و اگر اشتباهات من رو تصحیح بکنه، این فرصت ایجاد میشه که با ارائه نظرات مختلف و با پذیرا بودن یکدیگر سنت‌های خداشناسی مختلفی رو که ارائه میدن مورد بررسی قرار بدیم و در خیلی از موارد به نظر واحدی رسیدیم، در خیلی از موارد هرچند به نظر واحدی نرسیدیم، ولی من شخصا برای من این حتما تجربه بوده که من داشتم وقتی که جلسه رو ترک کردم یا برنامه رو ترک کردم بیشتر و عمیق‌تر در مورد موضوعی که مطرح شده شروع کردم تفکر کردم. درسته، ما کاری که کردیم اون سنت یک بودی رو در پژواک شکستیم و انقدر انصاف داشتیم که خداشناسی‌های متفاوتی رو بیان بکنیم. حتی ما در مورد موضوعاتی صحبت کردیم که شاید هیچ کدوم ما بر اونها معتقد یا باور نداشتیم، ولی اونها رو مطرح کردیم. حالا اگر انتقادی در مورد اونها داشتیم ولی ترس از بیان اونها نداشتیم و اونها رو گفتیم. ولی چیزی رو نمیخوام اضافه کنم به گفته‌های برادرانم، به هر حال فقط این رو میدونم که دیدگاه‌های متفاوت رو بیان می‌کنیم، ولی هر کدوم دیدگاه‌های شخصی خودمون رو داریم و هیچ کدوم رو به قول معروف به اصرار به کسی نگفتی که تو باید این رو قبول بکنی. این آزادی رو برای انتخاب و مطالعه و دریافت اون چیز صحیح رو همیشه تشویق کردیم.